بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه قبول وصله ناجور انبساط منم قبول وصله ناجور انبساط منم قبول جای بیابان کنار دریا نیست ولی آقا جان به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ناجور سلام السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید عرض تسلیت دارم ایام اربعین و ایام سوگواری اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما خوبان و عاشقان و پیروان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با کمال امتنان و افتخار با برنامه مصباح الحدا از پنجره با صفا و با معنویت شبکه جهانی هادی تیوی به گونه زنده و مستقیم مهمان نگاه های ناب و نورانه شما خوبان هستیم و در خدمت سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رسولی در قرار سیشن به شبهای با بیان احکام شرعی جناب استاد سلام علیکم خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت دارم علیکم شما. السلام و رحمت الله و برکاته من خدمت شما عرض تسلیت دارم و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان و, و همراهان همیشگی ارز تسلیت و تاذیت دارم به مناسبت اربعین اباعبدالله علیه الصلات والسلام باشد که خدای تبارک وتعالی شما و حقیر سراپاه تقصیر را انشا الله توفیقی عنایت کنه که از الطاف کریمانی اهل بیت علیهم الصلات والسلام به شویم ما را ان از خیر دوایی خی... خی... خیرتون فراموش نمیکنید سلامت باشین استاد خیلی ممنون ده. از حضور شما خیلی خوشحالیم که افتخار رو داریم شانده. که در خدمت شما هستیم موفق باشید استاد با بیان احکام شرعی در خدمت شما هستیم و سوالایی را که در برنامه میگیریم همه از طرف بیننده های عزیز ما مطرح شده بیننده ای از جمهوری اسلامی ایران با شماره مثبت 98 و چهار رقم آخر شماره, شماره شان 92 23. سوال کردن گفتن که در حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام داریم که حضرت فرمودن از نشانه های مؤمن سجده کردن بر خاک است حالا این منظور کدام خاک به چه خاکیه؟ بسیار عالیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام على رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام على الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بلی همونطور که سوال شما از طرف بینندگان عزیز ما خواندین خب ما در یک حدیثی از وجود نازنین امام, امام حسن بلد. اسکری علیه السلام و داریم که آقا فرمودن نشانی مؤمن نشانه مؤمن پن، پنجتاست اولین نشانه صلات ال والخمسین بلد. پنجاه و یک رکت نماز خواندن که هفته حرکتش واجب است و سی و چار رکتش هم نماز های نافله و مستحبی سیار. و زیارت اربعین که عزیزای دل ما در این شبان روز خداوند به اونا توفیق داده در کربلای معلا جسد. را انجام میتن اگر این وقتی مانند ما و شما باشن خب از دورم میتونیم ما ابو عبدالله علیه السلام و سلام را زیارت کنیم ای دو و نکته دیگه است ای گفتن التختم بالیمین یعنی انگشتر به دست راست کردن و مم. یکی امی سوال مورد سوال ما که اینجاست تعفیر الجبین یعنی پیشانی بر خاک گذاشتن بلن. و آخریش هم است که جه جهر به بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در هنگام خواندن نماز بسم الله را به صورت بالا بلند. بلند گفتن سیار. و اما یکی نشانه است یکی از نشانه آز گفتن سجده بر خاک است البته جبین در اصل ای قسمت هاست جناب آقای حسینی بله. جبین در اصل ای قسمت هاست دو طرف پیشانه دو طرف پیشانه و به این میگن جبهه البته از باب مجاورت بله. یعنی جبهه مجاورت با جبین داره بر جبهه هم جبین چی میشه اطلاق میشه سیارون. و او چیزی که در روایات جبین گفته شده مراد کجا سمی جبهه و جایی که ما سجده میکنیم و هم ما ای که گفتن بر خاک سجده چه خاکی میباشه فقهای عظیم الشأن شیعه فرمودند که انسان وقتی که میخواد سجده کنه سجده باید بر زمین باشه و چیزی که از زمین میرویه به شرطی که خوردنی و پوشیدنی نباشه حضرت آیت الله العظمى سیستانی و دیگه فقها فرمودند که در سجده کردن بهتر از همه ایست که انسان بر تربت سید الشهدا علیه السلام عشان. یعنی بر خاک قبر امام حسین علیه, علیه سلام سجده کنه بعد از او هر خاک پاک دیگری بهم. هر خاک پاک دیگری که غصبی نباشه دزدی نباشه به هر حال به او سجده کنه بعد از او هم سنگ و چیزهای دیگه در ردیف بعدی است پسی که میگن بر خاک سجده کنه مطلق خاک بله خاک پاک خاک پاک اگر چه در بین اینها تربت عبی عبدالله علیه السلام دارای شرافت فوق العاده و ای ما برای شما و برای بینندگان عزیز بگوییم که او چیزی که فضیلت بسیار زیاد داره خود تربتی است که از قبر امام حسین برداشته میشه یعنی او خاک از قبر امام حسین یا حداقل اگر از خود خاک برداشته نمیشه جناب حسین بزرگوار از اطراف نزدیک قبر برداشته شود ای تربت بیانه. شرافت داره و فضیلت داره ولی اگر دیگه خیلی دور شد مثلا از خاک قبر ابی عبدالله علیه السلام و سلام، دیگه فضیلتش کاهش پیدا میکنه اون فضیلتی که به هم بله به هر چی که به اصطلاح به قبر نزدیکتر باشه از خود خاک قبر باشه داره فضیلتش فضل... دیگه بله هر هم دورتر باشه فضیلتش کمتر میشه اگر خیلی دور شود دیگه خاک کربلا و خاک نجف و خاک مشهد و خاک های جای دیگه هیچ تفاوتی با همدیگر نداره ندارن و فضیلت در خاک ابی عبدالله علیه السلام تشکر است. بیننده عزیز ما سوال کرده که کسی البته من که ما معذرت میخوایم همینجا قبل از اینکه شما سوال دو مطرح کنین ممکن است از طرف برادران اهل سنت یا کسای دیگه این سوال مطرح شود که شیعه بر مهر سجده میکنه و سجده کردن بر مهر مساوی با عبادت کردن از او شیعه و حالا که این رقم نیست که صرفی که انسان بر چیزی سجده کنه این مساوی باشه بر ای که او را عبادت میکنه خب قطعا هیچ انسانی هیچ بشری هیچ, هیچ شیعه ای تحت هیچ شرایطی تربت عبادت نمیکنه بلکه بر تربت و بر خاک چی میکنه سجده سجده باید. مال حضرت حق است تا در این گام سجده کردن سر بر خاک میمونه که ما باید. میگیم اگر سجده کردن بر چیزی مساوی با عبادت امو چیز باشه خب باز برادران ما از ما آوازش خرابتر میشه چرا چون اگر قرار باشه که به هر چیزی که سجده به. کنی شما همو چیز که انه چی کردی عبادت کردی خب ما خو فقط به یک نیست. تربت سجده میکنیم به. ولی برادر ما که امروز بر لباس خودش به قالین به زمین به امو چیزی که پیش خودش میندازد به چیزای متعدد سجده میکنه پس اگر سجده بر هر چیز مساوی با ای باشه که او چیز را عبادت میشه خب ما فقط یک چیز است اونا به حال اوزای خاک یک فضیلت هم, هم هست ولی ممکن او چیزا دارای فضیلت هم نباشه پس سجده کردن بر چیزی مساوی با عبادت کردن او چیز اصلا نیست. نیست. نیست عبادت مخصوص حضرت حق است بسیار عالی تشکر خیلی ممنون م... <تصفح> سوال کرده کسی نظر کرده که مسیر نجف تا کربلا را پیاده بره حالا یک مشکل عارض شده پیش آمده که نمیتونه این کارو بکنه وظیفش چی است در اینجا اگر خدمت تا نرز کنم که تانسته حضور پیدا کنه در نجف اشرف خب سعادت؟, سعادت. بسیار بزرگی خب قطعا وقتی مشکل برای عزیز که نمیتونه پیاده روی کنه میتونه با موتر با با هر وسیله دیگه میتونه خودش به کربلا برسانه این چیزی به گردن از نیست که الا و حتما باید با پای پیاده بره چون فعلا پایش یا مثلا شکسته شده یا پایش داخل گچ هست مشکل برایش پیش آمده اگر حتی بالاتر از جناب حسینی فعلا شرایط جو جوری شده که هیچ در کشور عراق نمیتونه حضور پیدا کنه یا راه ندادن یا پیسه نداره یا وقت مشکلی برش پیش آمده نه. و اصلا نمیتونه در کشور عراق حضور پیدا کنه یا یعنی هیچ چیزی برگردن از این نیست زمانی برگردن از این واجب است چون نظر کرده بهم. و شما هم میدونی که قطعا اطمالا در نظر خودش سیغه هم خوانده دیگه گفته نظر میکنم برای مجلد. خدا این که مثلا مسیر, مسیر, مسیر نجف تا کربلا پیاده برم که اگر این رقم نگفته باشه که اصلا نظر چیج منعقد نیست نظر شرعی نیست ممکنه نظر عرفی باشه ولی نظر عرفی باشه و نظر عرفی هم انجامش واجب نیست, نیست. فقط نظر نظر شرعی انجامش واجبه و هم که قدرت داشته باشه که اگر قدرت سیاره. نداشته باشه از گردل رفع است و چیزی ساقش. نیست داره. بسیار تشکر <تصفح> بیننده میکنم. عزیز ما از کشور پاکستان با شماره مثبت 92 و چهار رقم آخر شماره شان 2080 با واتساپ برنامه تماس داشتن و از عوامل التماس دعا داشتن و هم سلامت باشید خدمتشان عرض میکنیم انشاءالله که هر کجای دنیا که هستین جور سعتمند بوده زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید و ما ملتمیس به دعا هستیم تشکر از شما سوال کردن که آیا با یک شخص غیر مسلمان اگر او همسایه شریک و همسال آن باشد میتونیم طرح دوستی بریزیم یا خیر در این زمینه حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی در یک کتابی دارن به نام الفیق للمغتربین فیق برای کسایی که در غرب نشیمن دارن الفق, الفق للمقتربین یعنی کتاب فق و کتاب احکامی که برای غرب نشینان و او کسایی که فعلا در اروپا یا جاهای دیگه است در اونجا سکونت داری کتاب برای زنان نوشته شده یعنی دستوراتی است احکامی است که پرسان شده و نه و قطعا در اون جای رقم است حتی در کشورهای دیگه هم هست مثلا میتونه در عراق باشه در افغانستان باشه در پاکستان در هندوستان جاهای دیگه باشه موقع در افغانستان در ولایت غزنی ما تعداد شهروند سیک داشتیم بله، سیک که همی ظاهرا از افغانستان مهاجرت کردن رفتن به هندوستان و خیلی این قضیه ناراحت بودن سالهای سال در افغانستان اینا بودو باش داشتن و هر حال زندگی بله. حضرت خیلی ناراحتی رفتن بله, بله بله با خیلی ناراحتی رفتن و این جای تاسف است جناب حسین بزرگوار و بینندگان عزیز که یک اقلیت بسیار کم جمعیت از یک کشوری مجبور به این شوه که جلای وطن شوه و کشور خودش را ترک کنه در جایی به دنیا آمده و هر حال بود باش داشته و اتفاقا اینا بسیار آدم صادق هم بودن ما از نزدیک با اینا در ارتباط بودیم بزاز بودن بیشتر از اینا پارچه بل. فروش بودن وقتی در پارچه فروششان میرفتین اگه در دوازده دکان مثلا یک کالا رو قیمت میکردی کلگیش به یک قیمت بود ده. ای که شما اول گران بگه به شما بعد او را کم کم تخفیف بده برای شما یک ها اصلا نبود در حال که در دیگه بازار بله بله در, در کابل و جاهای دیگه این مسائل چی؟ دیده میشه بین ما مسلمان ها دیده میشه و بسیار خیلی اول گران بای میکنن و بعد بسیار قیمت نازل میتن که انسان تعجب میکنه حالا حضرت آیت الله لازم سیستانی میفرماید تا زمانی که اونا به اصطلاح دشمنی با اسلام نداشته باشن نه به با دستشان و نه به لسانشان نه با قلمشان نه با عمل کردشان هیچ کدام دوستی هیچ کدام دشمنی با اسلام و مسلمانان نداشته باشه ما مشکل خاصی نداریم میتونیم با اونا به احسان و نیکی رفتار کنیم که چی بسا امیر رفتار با نیکی و احسان ما باعث جذب از اونا میشه؟ به اصلاح, اصلاح بلی بشت بشت قطعا سیره پیغمبر امیر رقم بود سیره ایمی معصومین علیه السلام و امیر رقم بود حضرت های طلاع سیستانی در همین قسمت به یک آیه از قرآنم تمسک جستن که ما بهتر از همین آیرم بخوانیم و برای بینندگان عزیز معنا کنیم که قضیه از چه قرار است آیه در سوره ممتحنه هست در آیه هشتم و آیه نهم خداي تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين میگه خدای تبارك و تعالی نهی نکرده از شما را از شما با شمار یعنی شما اسلام آوردین در صورت میتونه با او جنگ بکنه که با تو در جنگ هست یعنی اونا به خاطر دین شما که شما مسلمان شدیم، با شما جنگ نکردن و لم یخرجوکم من دیارکم و شما را از شهرتان از منزلتان از جایگاهتان بیرون نکردن یعنی هیچ تلاشی برای ای که مسلمانان از شهر دیارشان بیرون کنم نکردن میگه خداوند شما را نهی نکرده است که شما با اینا نیکی نکنین و از اینا براعت بجوین با اینا به اصطلاح دوستی نکنین و توقس تو اتفاقا برعکس به شما دستور نداده که به اینا نیکی نکنین بلکه و توقس تو بلکه نسبت به اینا به عدالت رفتار کنید ان الله یحب المقسطین و خداوند کسانی را که با قسط یعنی مثلا عدل, عدل و داد رفتار میکنه خداوند اینا را دوست داره در آیه نام میگه با اینا شما دشمنی کنید یعنی با کسایی که ما میگیم با اینا شما دوستی نکنید انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین میگه خدای تبارات ها نهی کرده از شما را از کسانی که به خاطر دین شما با شما جنگیدن ببینید ده. آقای حسین این در ادبیات قرآن و در ادبیات اهل بیت در ادبیات پیامبر گرامی اسلام حب و بغض بر مبنای دینه نگاه می اول میفهمن میگه با جه. کسانی که شما را به خاطر دین با شما جنگ نکردن شما دشمنی نورزید بلکه جه. با اونا به عدالت رفتار کنید حالا اینجی میگه باز با اونا با اونا دوست نشوید انما ینهاکم الله عن الَّذِينَ فی فی الدین به بخاطر دین با شما جنگیدن و اخرجوکم من دیارکم یا زمینی از که شما را از شهرتان خارج کردن فراهم کردن و ظاهر و علا اخراج یا نه خودشان در اخراج کردن شما مستقیما دخالت نداشتن کسای دیگر پشتیبانی کردند کسای دیگر, کردن. کسا دیگر پشتیبانی کردن که او کسا شما را از شهر دیارتان خارج کرد بله ان خداوند نهی میکنه که اینها را شما ولی و دوست خودتان بگیرید پس ما این کسا را نباید از اینا ولی بله ولی, و دوست خودمان بگیریم و ما یتولهم و کسی که اینا را دوست خودش بگیره یعنی کسی که به خاطر دین با ما جنگ کرده کسی که ما را شهر دیار ما خارج کرده و کسی که در خارج کردن ما از شهر دیار ما و کسای نخششت. دیگر نقش داشته کمک کرده میگه اگر کسی با اینا به اصطلاح طرح دوستی بریزه از در دوستی وارد شود که خیلی از کشورهای اسلامی با این با خیلی از کشورهای غربی مراوده دارن دوستی دارن فاولائکه هم الظالمون ای شخص مسلمانی که با چنین غیر مسلمانانی رابطه داره دوستی داره اینا ظالمه دیگه ظالم که شده دیگه گلیم انسان جمع است بسیار خراب پس بنابراین اگر ما همسایه ما بود شریک ما بود به هر حال در محله ما بود باش داشت و این سه مشکل برای ما خلق نکرده بود ما میتونیم با اونا با ادالت و احسان رحت رفتار کنیم و خداوندم کسی که با عدالت رفتار میکنه دوست داره بسیار علی. تشکر استاد بیننده های عزیز و گرامی مثبت 964 780 255 40 همچنان در اختیار شما هست میتونید سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتس ما با ما در میان بگذارید جناب استاد سوال کردند که آیا پیروان ادیان و کتاب های آسمانی و یا دیگر کفاری که اهل کتاب نیستن میتونه وارد مسجد و یا اماکن متبرکه ما بشه یا خیر در این زمین هم حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظه الله در همی کتاب باید. نوشته کردند که اگر مسجد باشه بنابر احتیاط واجب داخل شدن از اونا در دا داخل مسجد جایز نیست و ما مسلمانان نباید زمینی ورود غیر مسلمان را به مسجد فراهم کنیم <سؤال> ولی اگر مسجد نباشه مثلا حسینیه باشه دیدین دیگه مثلا خیلی جاهای دیگر مثلا نامش حسینی است مثلا برای سینه زنی و ایام عزاداری اینا وقف کردن یا حتی مشاهد مشرفه مثلا در بله قبور ائمه علیهم الصلاه و السلام اگر در این جاها باشه حضرت الله سیستانی میفرمایند که اشکال نداره و اگر جناب حسینی سایه بینندگان ما ممکنه که ای کفار میخواین وارد یه جوهای شون مثلا وارد حسینی ها وارد مثلا به سلام از قبور ایمه علیه و سلام شوه و خانوم است یعنی زن است خب معمولا زن های حجاب نداره دیگه زن های زن ها مثلا همینطور رو سری نداره چیزی به سر نمیکنن که اگر ورود از اینا به چنین اماکنی حد حرمت حساب شود واجب و لازم که خانوم باید خودش بپوشونه و مثل یک زن مسلمان اگر خواست وارد شوه اگر هم که نخواست وارد شوه که او به خیر ما را به سلامت ولی اگر قرار شد وارد شوه حتما باید مثل یک زن مسلمان محجبه و پوشیده وارد شوه بسیار عالی سلامت باشید بیننده عزیز ما هم از کشور افغانستان با شماره مثبت 93 و چهار رقم آخر شماره شان 37 58 تماس داشتن در برنامه و از برنامه های ما تشکری کردن ما هم از توجهشان تشکر میکنیم گفتی که آیا می توانیم در تشیه جنازه همسایه غیر مسلمان خود شرکت بکنیم یا خیر؟ در این زمین هم حضرت آیت الله سیستانی باز هم می که تمام اینا جناب حسین بزرگوار بر مبنای ایست که مسلمان در یک جایی که زندگی میکنه در یک جایی که بودو باش داره زمینی آزار را برای کسی فراهم نکنه که اگر از یک امسای ما کسی از دست میره و او داغدار میشه مصیبت زده میشه به اصطلاح عزادار است خب اینجا میفرمند، حضرت الله سیستانی میفرمایند که اگر همو شخص که بانه. مسلمان نبوده غیر مسلمان بوده خودش و اطرافیاش منسوبینش کسایی که فعلا موجود هستن و در اعضای از این سرگیلی اعضای از شیشتن مثلا پدر است مادر است قوم است, است، خودش و بستگانش منصوبینش اینا معاند نبودن یعنی با ما با مسلمانان و با مشکلی مشکل نداشتن با تاج و ستا بله، بله، مشکل بله. با مسلمانان مشکل نداشتن حضرت اطلاق رزما سیستانی می باکی نیست یعنی مستحب دیگه نیست باکی نیست مشکلی نیست که اگر شما در تشریح جنازه زی شرکت کنیم منطقه معظم الله یک قید زده که وقتی شما در تشییع جنازه شخص غیر مسلمانی که با شما مشکل نداشته همسایه شما بوده در تشییع جنازه شرکت میکنین پشت جنازه حرکت شود پشت جنازه حرکت, حرکت شود بکنید. و جلوی جنازه حرکت نشود همین قید داره و دیگه قیدی نداره با شما نیست یعنی مشکل نیست نه شما ببینید که اسلام هم میگن امروز همین امروز دیگه بسانه های غربی و شرقی اینا توری میخواین اسلام جلوه بدن که اسلام دین خشونت است اسلام با همسایه نخلی. سازگاری نداره اسلام با دیگر ادیان سازگاری نداره نخیر کی گفته اسلام اما یال ما آیه قرآن خواندیم که اسلام بله اسلام با کسایی بهم. که با ما تجاوز میکنه تعدی میکنه بله قطعا اسلام با این سازگاری نداره و هیچ انسانی با تجاوزگر هیچ انسانی با زورگوی ولو مثلا اهل دین و اسلام هم نباشه اصلا عقل شما حکم میکنه وجدان شما حکم میکنه که در مقابل یک انسان متجاوز و کسی که شما را از شهر و دیار شما بیرون کرده یا کسی که در بیرون کردن شما نقش داشته خب هیچ وجدانی بیداری حاضر نمیشه با او سر معامله داشته باشه و با او دوست باشه که اگر دوست باشه به با تعبیر ما میگیم که او بالاخانیش اجاره است دیگه او نی او اجا... اج... نمیفهمه دوست بله. دوستی و دشمنی خودشه نمیفهمه بسیار عالی سلامت باشین درود بر همسایه یهودی مسیحی و یا همسایه دیگری که اصلا دین نداره و به آینی هم دلبستگی نداره میگه میتونیم این مورد آزار اذیت هیچ بدیم حضرت آیت الله العظمی استانی میفرمایند بدون کدام دلیل هیچ باید. مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده برای دین ما ایجاد نکرده نه نه برای مذهب ما مشکل ایجاد نکرده به هیچ عنوان ما خدمت تو کنم که معظم الله و ما اجازه را نداده که ما زمینی آزار و اصیت از اینا چی کنیم؟ فراهم کنیم فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر زیک مسلمان نیست باشه غیر مسلمان باشه و غیر مسلمان در کشور اسلامی با یک سری شرایط که حالا میگن اهل زمه به هر حال فعلا اهل زمه اینا نیست میتونه زندگی کنه مادامی که بر علیه مسلمان و بر علیه او چیزی که مسلمان اعتقاد داره این قد علم نکنه و زمینه رو فراهم نکنه میکنه. قرار شیشته در خانه خود زندگی خودش میکنه به اصطلاح سر خودش انداخته پایین کارکاسبی و زندگی خود میکنه ما به هیچ عنوان مشکل داره که حق نداریم زمینه آزار و اذیت ازی بندی خدا رو چی کنیم؟ فراهم کنیم سیار بله. تشکر گفتن که آیا به بینوایان اهم از کافر کافر کتابی و غیر کتابی میتونیم صدقه بتیم یا خیر و چون این صدقه ایدارای و اجر و پاداش هست یا خیر در همین جام حضرت هایت الله العظمه سیستانی حفظه الله و خب قطعا بقیه مراجع امیره میگن که ببین اسلام چه دینیست؟ میفرمایند که میتانه انسان به فقیری که مسلمان نیست بانه. صدقه بته صدقه در اصل نیکویی حالا این نیکویی گاهی در قالب مثلا یک پنسد یا یک هزار افغانیه، یک هزار دلار کمتر یا بیشتر یا برنج یا روغن هر چیزی دیگه میتونه انسان به فقیر غیر مسلمانم صدقه بیتر البته با اون شرایط که دیگه او فقیر خدمت شما از کن معاند نباشه، دشمن اسلام نباشه و برای اسلام و ای که بخواه اسلام نابود کنه تلاش نکرده و اتفاق به و اتفاقا حضرت معظم الله در کتاب الفقه للمقتربین میفهمد اگر چنین کسی صدقه خودشه با البته خوبی توجه داشت دارین شما با بینندگان عزیز ما توجه داره که در صدقه دادن اول فامیل است اول خیشاوند است اول همسایه نزدیک است همسایه که با با قوم خشه به هر حال شرایط ما باید در نظر بگیریم حالا تمام از شرایط ما در نظر گرفتیم قوم خیش فقیر نداشتیم اما همسایه ما غیر مسلمان است و فقیر است خب بله در اینجا ما میتونیم صدقه خود به این شخص بتیم و اتفاقا حضرت آیت الله العظمه سیستانی حفظه الله تعالی میفرمه که در این مسیر انسان نیکوکارم هم شمارده میشوند بله. یعنی سواب... پاداش پاداش همون پاداش, بگیره همون ثوابی که قرار بود برای یک فقیر مسلمان به تایی صدقه را سواب بهش گیرش می قطعا با دادن همین صدقه و یک غیر پس مسلمان یک اولویت بندی هم صورت می بلی یعنی بلی. اگر یک مسلمان فقیر باشه و یک کافر در اینجا باید مسلمان در بلی. اولویت قرار در بین مسلمانان ما داریم که میگه اهل و اهل انسان یعنی مثلا برادری خواهری یا خاله عمه دایی مامای کاکای کسایی که فقیر اینا در اولویت همسایه در اولویت, همسایه در اولویت هم باز مخصوصا اگر همسایه هم باشه و خیشاوند هم باشه که این قرآن ما داریم در ای زمینه اینا در اولویت ها. فرضی که با همه از این اولویت بندی کسی نبود رسیدیم به او بله رسیدیم به یک کافر و ما صدقه را به کافر دادیم اشکال نداره که هیچ طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی هم به ما داده می شود انشاءالله بسیاره. ما از کسایی باشیم که با عمل کرد ما با رفتار ما مردم را به اسلام دعوت کنیم ما روایت هم داریم میگه که کونو دعاتن به غیر السنتکم شما دعوتگر به اسلام باشین بدون زبان یعنی چی؟ یعنی با عمل کردتان سعی کنیم اسلام رو تبلیغ کنیم خب این نیست دیگه مثلا شما اگر برای یک غیر مسلمان یهودی یا مسیحی یا جزرتشتی یا هر کسی دیگه باشه شما محبت و نیکی وقتی داشته باشی و اون محبت و نیکی شما رو وقتی ببینه به سوی شما جذب میشه یا اگر ما قرآن را و تعالیم قرآن را و تعالیم اهل بیت ما به غیر مسلمانان برسانیم باز ما روایت داریم میگه که اگر غیر مسلمانان یا غیر کسانی که محب اهل بیت اگر اونا معارف ما را بشنون شیرینی معارف ما را بشنون لتبعونا هر آینه از ما چی میکنن؟ مطابعت میکنن پس ما با رفتار نیک باید پیام قرآن و پیام اهل بیته برسانیم. وقتی رساندیم الله موفق میشیم و قطعا اونا هم جذب میشن, میشن. بسیار. تشکر بیننده های عزیز و گرامی به اتفاق همین میان برنامه را میبینیم و پس از میان برنامه ما را همراهی کنید چهل صبح خورشید، گریان و نالان طلوع کرد آسمان رنگ چهل غروب را با تمام وجود احساس کرد چهل روز از آشورای کربلا گذشت و آشورای حسینی دیدار اربعین خیش را در پیش دارد اربعین است کاروانی از دور های تاریخ و سوی سرزمین داله ها رخ بار است کاروان بر سر دراهی عشق و بدرقه دیدار مجنون های خفته در آرامگاه شهادت را انتخاب می کند و به سوی مزار لاله ها ره سپار می شود و دیگر این تپش قلب هاست که نشانه ورود کاروان است نه صدای زنگ اشتران کاروان رسید اینجا کربلاست سرزمین لاله های پرپر پر جسم های پاره پاره و دست های گریان چهل روز پیش در این سرزمین برق شمشیر کفر دستان آباور خیمه ها را برید و مشکی گریان و شرمنده بر روی زمین غلطید گودال قتلگاه برای مظلومیت فرزند زهرا علیه السلام خون میگریست و زمین با دیدن خورشید بر روی نیزه لرزید چهل روز پیش خورشید بر روی نیزه ها قرآن میخواند جسم های بی سر پای سم اسبان بودند تنور میزبان خورشید گشته بود و چوب خیزران ضربگاه خود را لبان خورشید انتخاب کرده بود و امروز کاروان و شاق بار دیگر از کربلا میگذرد و رویای نیم شب چهل روز گذشته را تدایی می کند. تاریخ تفسیر زیبای کربلا را دوباره تکرار می کند و دفتر سبز کربلا سرفصل های عشق ایثار شهادت شهامت و از خودگذشتگی را دوباره ورق می زند التحاب قلب ها پایان اسارت را زمزمه و اشک چشم ها انتهای قریبی را تفسیر می کنند آن روزها صدای زنگار کف همه گوش ها را بسته بود و نوای حلم ناصر ینسرنی زیبنده گوش هیچ شنونده ای نبود و امروز همه جا را سکوت فرا گرفته است و به صدای نجوای کاروان با مزار شهدا هیچ صدایی به گوش نمی رسد امروز اربعین است و زبان شرمنده تفسیر آن دلم به ساکن کرب و بلا حسودی کرد دلم به ساکن کرب و بلا حسودی کرد خوشا به حال محبی که شهروند شماست بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید ادامه برنامه مصباح الهدا را بیننده هستید و با بیان احکام شرعی رو برای شما خوبان هستیم و در محضر سرور ارجمندم جناب استاد رسولی استاد دوباره سلام عرض می خدمت شما و خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلام سلامت باشید بیننده خدمت هست بیننده عزیز سوال کردن که آیا امر به معروف و نهی منکر با وجود احتمال تاثیر و از ضرر در مورد کسی که دوستدار اهل بیت نیست و یا مسلمان نیست آیا بر آدم واجب هست یا خیر خدمتتون عرض کنم که امر معروف و نهی از منکر به خاطر ایست که در در جامعه یک سلامت ایجاد شود و جامعه جامعه سالم باشه چون به خاطر از که در جامعه سالم وقتی که انسان زندگی کنه خب به سلامت به سر میبره و اگر جامعه سالم نباشه جامعه مثلا گناه و معصیت و امی جامعه به اصطلاح به صورت علنی رشد و نمو انسانی گرفته به صورت علنی انجام شوه گفته شما جلوی رشد و جلوی ترقی انسان گرفته میشه پس بنابراین حضرت آیت الله لوز ماسی استانی بینندگان عزیز دلیل زمینه میگه فرقی نیست که شما که میخوای امر معروف و نهی از من منکر انجام بدی چی یک شیعه ای در منکر انجام میده و یک واجب رو ترک میکنه چه غیر شیعه باشه یعنی از برادران اهل سنت باشه و حتی کافر و کسی که معتقد به دین نیست انسان میتونه معروف نه از منکر کنه من تو این مراتب همون رقم که شما گفتی اول یعنی احتمال تاثیر بده که تاثیر میکنه به این شخص و دیگه ای که او شخص از تایت لالز سیستانی میفرماید شخص, شخص به اصرار داشته باشه که منکر را انجام بده و معروف ترک کنه اما یک وقتی از غیر مسلمان یا مثلا شیعه یا شیعه نیست یک منکری را انجام داد بعدا گفت که بسیار کاری بدی کرد دیگه انجامش نمیتون یک منکر انجام داد ولی گفت دیگه ما این انجام نمیدم اظهار پشیمانی کرد دیگه این لزومی نداره که شما خودش اظهار پشیمانی کرده خودش دیگه میخوای کار را انجام نده باز دیگه شما بگی که دیگه از این کارو نکنی این لزومی نداره بند. پس خودی طرف قصد انجام منکر را داشته باشه و قصد ترک کردن معروف هم داشته باشه اگر قصد نداشته دا باشه معروف را ترک کنه خب ولازم نیست که چقدر خوبه که به جایی که بگه چرا تو نماز نخوندی بی, بی از فضیلت نماز به طرف بگی یا ای که مثلا نفر یک جرم را یک گناه را مرتکب شد شاید سر شب کار کردم، ما صبح توبه کرد بله که جواب نمیکنه که یک عمر به یک تو گناه کار با. با. <تصفح> یا مثلا همو جایی که گناه را انجام داد به جایی که انسان امر کنه و دستور بده قباحت بله. و زشتی از این گناه پیامد و ضررهایی هایی که او گناه داره مثلا برش ترسیم کنی برش مشخص کنی خب قطعا انسان خدا عقل داده وجدان داره آه. و انسان به هر حال فطرتا خدا جوی فطرتن دنبال کمال آفریده شده وقتی برش مشخص کنی که یعنی ضرر رو داره یعنی ضرر داره هیچ به قیامت نیده دنیا یعنی ضرر رو داره او قطعا از او کار خودش دست, خود دست, برمیده. دست برمیده. یک نکته نکته دیگه هم این که طرف جاهل قاصر باشه اما جاهل قاصر نباشه جاهل قاصر او کسیه که مطلب برش روشن نیست خوبی برش نرسیده بدی برش نرسیده کلا مسئله برش روشن نیست خو این شخص هم که خدمت جاهل قاصر می واجب نیست با حتماً این بنده خدا امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم از مسئله آگاهی نداره نه از مسئله آگاهی نداره ولی شخصی که جاهل مقصره یعنی از مسئله آگاهی داره،, داره. داره یا حداقل اگر آگاهی نداره می آگاهی چیه به دست بیاره اما آگاهی به فعلا میشه جاهل چی مقصر و این شخصی که جاهل مقصره ما امر به معروف کردن واجبه همون رقم که از تاکل الله لازم سیستانی اول ارشاد اول زبان خوش اول با ملایمت اول با نرمی خو خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی و حضرت هارون دستور میده که وقتی پیش فرعون رفتی قول لین یعنی گفتار نرم با فرعون شما گفتگو کنید با قول لین و نرم خویی که مسلمان است ای خوب اصطلاح اهل کتاب است انسان باید با ملایمت با او رفتار کنه و با ملایمت بگه که اگر ملایمت نشد میتونه انسان امر کنه و میتونه انسان او نهی کنه به خاطر سلامت جامعه یک مثال است که ظاهرا این مثال برگرفته شده از روایات ظاهرا از روایات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم است میگه که مسئله انسان ها در جامعه مثل کسایی است که در یک کشتی نشسته هر کس جای خودش نشسته و به تعبیر امروز تیکت هم گرفته کلگی تیکت گرفته پیسه داده یک جای بره. هم تکیت نشسته خب من رسولی در جای, خود جای خود خود نشستم تیکت هم گرفتیم و ای پی هم گرفتیم خیلی مثلا پول گذافی هم دادیم خود دمی جای خود خود میشینم بعد یک دانه میخ و یک دانه چکش میگیرم بعد امی جایی که خودم نشستم امی جای سوراخ میکنم شروع میکنم به سوراخ کردن خو قطعا این رفیق میگه چرا این کار میکنی و میگه من میتونم بگم که چو جای خودی بست به خاطر ازی که پیسه دادم من این جای سلاخ میکنم نمیتونم چرا به خاطر سلاخ کردن درسته که جای خودم است من برش پیسه دادم نه. اما سلاخ کردن اینی این جای خودم مساوی با بالا آمدن آبه وقتی آب بالا آمد ده کشتی جان مم خطر است جان احمد هم در خطر است محمود هم در خطر است و یکی دیگه هم در خطر است پس جامعه به خاطر سلامت جامعه ما باید امر معروف لازم کار کنیم به خاطری که همین همینجی که مردم جله و میگیرند میگیرن که تو حق نداری کشتی را سلاخ کنی حق نداری سفینه را سلاخ کنی به خاطر چی به خاطر کلی که غرق میشه به خاطر از این انسان باید امر معروف لازم کار کنه من تو دیگه مراتب با همو لین و گفتار خوب و نیکو بعد حضرت آیت الله عظما سیستانی میفرمان که این واجب لازم این کار رو بکنه حتی میگه در جایی که مسئله خیلی حاده یعنی قتل و از این پایه حتی اگر طرف جاهل قاصر باشه هیچ خبر هم نداشته باشه و میخوای مثلا قتل را انجام بده یا یک فساد رو میخواد در زمین ایجاد کنه فسادن فی الارض یعنی یک فساد رو در زمین ایجاد کنه با آن که جاهل قاصره، با رضا حضرت آیت لازمه نظام سیستان مفرم. واجب و لازمه یه انسان امری به معروف کنه و نهی از کنه به خاطری که جلب قتل و جلوی فساد در زمین چی شوه گرفته شوه بله پس بین مسلمان نه. و شیعه و مربوط است بله شیعه و غیر مسلمان هر بار به ما مربوط است خیلی عالی بیننده عزیز ما از کشور افغانستان از ولایت دایکندی با شماره مثبت 93 و چهار رقم آخر یک 71 یک. فایل سینزنی با مداحی حاجی صاحب قربان معصومی بر ما ارسال کردند که ما اول از ای زحمتشان و عطف توجهشان تشکر می کنیم و به زودی فایلشان از طریق شبکه جهانی هادی تیوی به نشر خواهد رسید تشکر می کنیم بازم گفته که در کشورهای در برخی از کشورها یک لوازم قیمتی به فروش گذاشته می شه با قیمت بسیار پایین که آدم گاهن یقین پیدا میکنه که اجناس دوزی شده است یا هم که احتمال قوی میره که دوزی شده باشه حالا هم از یکی ای از مسلمان دوزی شده باشه و یا از کافر دوزی شده باشه و یکی ای فروشنده ای مسلمان است و یا کافر خرید و فروش یک چون اجناس و اقلامی چه حکم میره بله جناب حسینی بزرگوار شما امالی در کشور ما هست دیگه مثلا یک موبایل است که اون موبایل مثلا 20 هزار یا سی هزار آوانی یا کمتر یا بیشتر قیمتش است در سرک و کوچه و بازار در دست یک نفر میبینیم میگه 5000 بیت که اگر قد ازمو چانه بزنیم ممکنه در 3000 تا 2000 به شما به تخوی معلوم بشه که این خدمت تناس کنه موبایل 25 هزاری یا 30 هزاری رو فیلن به 5 هزار یا 4 هزار در شما سودا میکنه یعنی اطمینان بعض وقتا یقین پیدا میکنه چرا؟ بل. چون من طرف طرف نگاه که میکنی رنگ رخصار خبر میدهد از سر درون میفهمی که پودریست آدم پودری است که مثلا موبایل دزدی که به هر از کدام غریبی کدام دیگه فعلا این به شما به نرخ ارزان میفروشه پس انسان یقین میکنه یا اگر یقین نداشته باشه گمان قوی داره یعنی 60 فیصد 70 فیصد 80 فیصد احتمال میده که مده مال مده دوزی, دوزی, باشه. دوزی, باشه در چنین شرایطی حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرماند که خریدن چنین خدمتتون از کنم که اجناسی جایز نیست حتی اگر از یک کافری باشه که او کافر مالش محترمه یعنی کافری که در که در جامعه اسلامی زندگی میکنه و مال و جان و ارز و آبرویش محترم است بله ما حق نداریم بخریم جناب حسینی و بیننده نه. عزیز ما اگر ما این جنس نخرم جناب حسینی نخره یک کس دیگه نخره خود جنس در دستش میمونه دیگه خود دزدی کرده نمیتونه دزدی کنه برای چی اگر دزدی کنه و کسی او را نخره ازش خود در دستش میمانه، ارزش نداره همی که من میخرم یا کسی دیگه میخره یا کسی دیگه میخره بازار دزدا جور میشه در خیلی از شهرهای اسلامی کشورهای اسلامی مثل افغانستان فا. پاکستان ایران جاهای دیگه است که برخی بازار هستن اصلا دز بازاره اصلا, اصلا نامش دز بازاره طرف میگه ما در یک جای خدمتتون از ناز رفته بودیم کوشای ما دزدی شد آمدم بیرون گفتم کوشای گم شده گفت فلانی جای گفت من بسیار سریع یک چپلق چیزی پای کردم رفتم به دیدم که یک نفر کاوش می فروشد راست است کوش, کوش خب با اندازی کدم کاوش چند گفت اول گفتی کاوش پای کردم که خوب اندازه پای است بعد گفتیم این کاوش مال ما پیدا کردم <تصفح> که بله دزدی کردی کاوش را رقم است بسیار اتفاق افتاده میگه یک جنسی گم میشه میگه برو دو دوست بازار خب واقعا در کشور اسلامی در کشور مسلمان کشوری که قرآن حاکم است آیا همی سزاوار است که دوز بازار باشه و یک دی کنه و پودری باشه و دیگه همم هم خبر داشته باشه خبر, باشه هم هم خبر و میخره و تازه بدتر از که و اگه به 5000 میده ما چینه میزنیم و به اصطلاح قدزو گپ میگیم که ده 2000 کمتر رو, رو بخریم و او بیچاره چون ده مو فکری پودر است که از کجا پودر پیدا کنه و مصرف کنه به هر چیزی که شما مقصد یک یک وعده دو وعده پودر زوره به اصطلاح ساپورت کنه کفایت کنه تامین کنه و اون بیت و این قطعا جایز نیست و ما نباید کار را صورت بدیم انجام بگیره بله بسیار عالی بیننده عزیز ما از کشور جمهوری اسلامی ایران با شماره مثبت 98 و چهار رقم آخر شمارهشان 88 74 سوال کردن که آیا ریختن شیر در گوش نوزاد با واسطه تسکین تسکین درد یعنی که شیر بریزیم یک تب سنتی خلاص شیر بریزیم به گوش نوزاد که در تسکین میشه او یک چون این کار گفته که حرمت رضایی ایجاد میکنه خیر خدمت شما و این بیننده عزیزی که مادر با مادر در تماس شدیم عرض میکنیم که نه خیر به صرف ای که در گوش کودک خدمت رو کنم شیر چقانیده شود به خاطر از که تسکین دردش باشه خب بله در برخ از جاها میگن بله. مثلا شما شیر در گوش کودک به اصطلاح بچه و مثلا دردش خوب بشه راست یا دروغ کار نداره ما بی هست دو جامعه ما نه حضرت های طلاب روزمو سیستانی و باقی مراجع زاره نوزاران هشت شرط هشت شرط باید محقق شود تا حرمت رضایی ایجاد شود اول بله اول جناب حسینی صاحب میفرمان که این شیر باید مستقیما از پستان خورده شود بله پس نه وسیله دیگه آه نه وسیله شما دهان از واس واز بگیری دهان کودک واز بگیری و از پستان شیر بچقانی ده دهان از یعنی مثلا شیر بگیره داخل ظرفی داخل شیشه بندازه بانه. و با شیشه به این کودک بته این به اصطلاح حرمت رضاعی ایجاد نمیشه پس یکی جناب حسینی که مستقیما شیر بخوره بله دوم است که میفرمایند شیر از ولادت ایجاد شده باشه یک خانومی است بچه نزایده بچه به دنیا نیو همین رقمی خدمت یک داروی مصرف کرده یک چیزی مصرف کرده پستاناش پر شیر شده و از این شیر خدمت کنم که به کودک میده این حرمت آور نیه ولو شیر بیت دی ولو دو سال به شیر میده این حرمت نمیاره او شیر حرمت میاره که ولادتی باشه یعنی یک بچه‌ای به دنیا آورده باشه سوم است که ولادت از عقد شرعی باشه ولادت از عقد شرعی باشه نوزه بالله نستجیر بالله استغفر الله ربی و تو یک خانمی عمل منافی عفت انجام داده و از این طریق چی شده؟ حامله شده و بچه به دنیا آورده حالا یک بچه دیگر هم چی میته شیر, شیر. هر چی هم که شیر بیته بخاطر که این شیر از طریق ازدواج شرعی به وجود نیابده از طریق عمل منافی افت به وجود آمده هر که شیر بتن این شیر تأثیری نداره دیگهش نیست که جناب حسینی می فرمند ارفن مقدار شیر بتن که بگن استخوانای از کودک سفت شده یا حداقل گوشت رویده میگن اگر شما تایم زمانی بگین چی میگن حداقل 24 ساعت شیر داده باشه یا 15 مرتبه شیر داده باشه که در بین از این چیزی به. دیگه هم نداده باشه اینا وقتی که محقق شد و چند شرط دیگه ای که از جمله شرط باز ایست که ای طفل زیر دو سال باشه تو بالای بلد. دو ساله ولو از پستانم هم شیر بتی ولو شیر از ازدواجم باشه هیچ مشکل خاص دیگه هم نداشته باشه هر چی شما شیر بتی حرمت ایجاد نمیکنه در گوشش میچکانی هر کار میگه میدیره شیر میخورد حرمت ایجاد نمی کنه یک سوال ایجاد شد بله. اصلا یک اتفاق چند سال قبل خودم شاید یک اتفاق بودیم بلی. که یک خانومی خلاصه در ولایت های ما در بعض جا امکانات خیلی کم بوده خیلی وقتا شایدی بودیم که یک خانومی متاسفانه سر ولادت از دنیا رفته بله یک طفل به دنیا آمد و خلاصه مادرش از دنیا رفت امیر یک خانم دیگری که چند سال را اصلا شیر نداشت شیرش مثلا خشکیده بود و اینها حالا از چه ترفند استفاده کرد همین دوباره به شیر آمد و خلاصه همین کودک بزرگ کرد کودک بدون مادره حالا بله. این شما گفتین که توسط ولادت باید صورت بگیره بله. در حالی که الان خب در یک منطقه هستیم در یک جای میدونیم که این پسر مثلا بزرگ شده یه خب الان مثلا او خانم فکر میکنه که از پسر رضایش است بله و پسر مم. فکر میکنه که مادر مادر رضایش نه بله. حضرت هایت الله سیستانی که این نیست با الا و لابد باید ای شیر از طریق ولادت باشه عجب. بعد یک شرط دیگه هم داره و او شرطش که شیر که خورده باشه از یک تولد شیر خورده باشه چی رقم است؟ این رقم است مثلا یک خانمی بوده یک بچه را شیر داده از یک شوهر سابقش ولادت داشته و این بچه را شیر داده مثلا هشت مرتبه هفت مرتبه خب بعد از او شوهر طلاق گرفت رفت یک شخص دیگر شوهر کرد و بریز شوهر دومی هم بچه به دنیا آورد بله. هنوز این کودک از دو سالگی خارج نشده یک هفت مرتبه هشت مرتبه دیگه از او ولادت شیر داد که مجموعا بله. از دو... بسر خودشه نه نه نه, نه 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 نه, بله بله. این قبلا یک شکم بچه به دنیا آورده بوده ده شکمی که بچه به دنیا آورده بود یک بچه دیگر هم شیر داده بوده هفت مرتبه یا هشت مرتبه بله. حالا از او شوهر طلاق گرفت رفت یک شوهر دیگه کرد و از او شوهر دیگه بچه به دنیا آورد یک بچه دیگه به دنیا آورد شوهر دیگه خب او کودک کودکی قبلی را کودک مثلا مره بچه مرا یا بچه, بچه کسی گره قبل از یک شوهر دیگه شیر داده بود پنج شش مرتبه اول آمده که شوهر جدید کرده از شوهر جدید یک بچه دیگه به دنیا آورده باز هم این بچه را که هنوز زیر دو سال است یک هفت هشت ده مورد دیگه هم شیر داد باز هم حرمت ایجاد نمیشه. نمیشه حرمت از یک شیر باید باشه از یک ولادت یا از چند ولادت شد از دو, ولادت شد یه هم فایده نداره و هم قیودات دیگه ای داره که ما دیگه برنامه بسیارم خیلی پس تشکر. با چکاندن گوش قاق شیر, شیر گوش حرمت ایجاد نمیشه بسیار عالی تشکر و به عنوان آخرین سوال امروز خوب این موبایل ها یک قابلیت را داره که با طرف تماس میگیری و این صدای طرف ضبط میکنه ثبت میکنه آیا ما بدون اجازه طرف میتونیم صدا رو ثبت بکنیم یا خیر و اگر این رو ثبت کردیم حالا اجازه ای رو داریم که ما این ای طرف طرف نشر بکنیم یا خیر اول که این کار آمده ولی خب ما در اینکه که بخوایم صدای زیر ضبط کنیم اجازه اجازه دو لازم نیست اون طرف مقابل دیگه ما این سیستم موبایل ما موبایل اندروید است لمسیست هم به مازی تماس گرفت و دکمه را فعال میکنیم که هر چی مکالمه میکنیم ما با او شخصی مکالمه ما چی میشه ضبط میشه, میشه. ده ای اجازه لازم نیست که ما بگیم که فلانی با ما گپ بزنی واسه جمع باشه ما اجازه دست درم. یا نیست ما ضبط میکنم نه ای اجازه لازم نیست ولی اگر شما اجازه نگرفتی و ضبط کردی حقیره نداره که انسان ده این طرف ده او طرفی را پخش کنه و زمینه آبروریزی از فراهم کنه و همین الان در بسیار از کشورها شما وقتی که مطالب خصوصی اشخاصه از جمله این مطالب خصوصی دیگه با شما گپ میزنه و شما رو کردی نشر این مطالب خصوصی جرم تلقی میشه چی صوت باشه چی حتی پیامک باشه چی حتی گفتگو و چتی باشه که انسان در فضای مجازی را انجام میده انسان حق نشر از نداره الا الا بلی. و لابد که مثلا یک دادگاه شما بخواید یک خدمت شما کنم که از شما بخواید یک حاکمی از شما بخواید و چاره غیر از این نباشه یعنی اینمی است و اینمی در اینجا با اجازه حاکم با اجازه حاکم شهر و با اجازه دادگاه و سارنوالی ما میتونیم اونا رو در اختیار از قرار بتیم الا دیگه نی که ما امروز از این رو کنیم سبا از یکی دیگر رو زب کنیم از این رو در پیش از ببریم از این رو خودش سخنچینیه دیگه ای خودش همون سخنچینیست که گفتن که سخن در میان دو کس آتش است سخنچین خنجن. بدبخت هیزم است کنن این و آن خوش دیگر بار دل و یا در میان کوربخت و ظاهرا خجل امیر بله. و چقدر نمامی و سخنچینی در شرع مقدس اسلام نهی شده و چقدر غیبت نهی شده جناب حسین صاحب شما الان با توجه پیش پیشرفت موبایل و فضای مجازی و چیزا چیزا خوب است دیگه چاقوی دولبه است قدیم ملایان شما میخواست یه خبر ده یکی دیگه برسانی یا باید پیشش میرفتی یا یک نفر دیگر اینجا میگفتی یا یک نامه نوشته میکردی یک کاری یعنی خبرها دیر به دیر ممکن بود برسه و اسراری که ما میخواستیم فاش کنیم دیر به دیر فاش میشد حال دیگه با تکنولوژی شما در امریکا یا در افغانستان یا در اروپا یا هر ار جاست که می گوشه که گوش خودت بگیری بگی تمام سیر و پیاز طرفه نقل کنی ام. یا ویس طرفه برای زو و روان کنی قطعا این جایز نیست به خاطر چی جایز نیست چون جامعه را از سلامت میندازه تشنج ایجاد میکنه استراب ایجاد میکنه در جامعه و آبرو و عرض مسلمان در معرض خطر قرار خطر خطر میگیره و اسلام خیلی. تشکر استفاده کردیم در آخر را داشته باشین در حکم مولانا عزیز امیدوار هستم که خدایا ترا به عزت عزیزان ترا به عزت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ترا به عزت قرآن ترا به عزت اهل بیت آنچه به خوبان عالم عنایت کردی به پیامبر گرامی اسلام ایمی معصومین لطف و کرامت کردی و ما هم لطف و کرامت بفرما اله. ما را شاکر نعمتهای خودت قرار بده الله اللهم صل علی محمد و آل محمد با دوریمو به یاد تو سخن میگوییم گرچه دوریم و به یاد تو سخن میگوییم بعد منزل نبود در سفر روحانی بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا این با ما همراه بودید این بود برنامه امشب مصباح الهدا تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک به هم تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار